السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله هستم از تاجیکستان. استادی بزرگوار آقای انصاری، من شما را خیلی دوست دارم و این دعوت های جالبی که شما برای ما مسلمانان تاجیکستان پیشنهاد کردین، واقعا چه جهادی در راه الله کردین و از درگاه الله ذوالجلال خواهان این هستم که شما را با مجاهدین و راه الله را شما گرفتید با شهدا و صدیقین و صالحین در جنت الفردوس جاویدانه جایتانه بگرداند و از درگاه الله ذوالجلال خواهان این هستم که دشمنان شما را خار و ذلیل بگرداند و ما فهمیدیم که اهل تشیع کی هست و کانال های اونها را ما تماشا میکردیم و اون مشرک ها را و این بدبختان دشمنان اسلام را فهمیدیم. خداوند شما را حفاظت بکند و این شیعه اهل تشیعی که ما امروز مشاهده میکنیم اونها چی انسان های بدبختی هستند که با مقدسات ما بحث های پیامبر صلی الله علیه و سلم دشنام های قبیح میدهند که اونها از چارپاها در بیعقل تر هستند که خداوند در کلام خودش میفرماید این هم کل انعام بل هم اول سبیل. اینها از چارپاها در بیعقل تر هستند، اینها هیچ فهمش درکی در اسلام ندارند، بلکه اینها نمیدانند خودشان کجا رفته ایستادند، اینها رای حق را گم کردند، بلکه اینها ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشاوه. واقعا چشمهان اینها در مهر زده و گوشهای اینها و قلبهای اینها دیگه اینها راه حق را و راه اسلام را دیگه اینها پیدا کردن نمیتوانند. واقعا این در تاجیکستان ما میبینیم که اینها چقدر بالای مسلمان ها فشار میدهند. تمام این فشارها بالای مردمی مسلمان اینها کرده استادند و از درگاه خداوند خواهان این هستم که این دشمنان اسلام را اینها بغیر از زلالت پستی دیگه هیچ نیتی و بهبودی اسلام ندارند. اینها اصل مطالب اینها این هست که اینها یوریدون لیطفئن الله، چون پروردگار در کلام زیباش میفرماید اینها میخواهند نور الهی را از بین ببرند و هرگز نخواهند توانید، چون که الله وعده الله است. الله وعده کرد مانند بندش خلاف نمیکند. وعد الله لا یخلف الله وعده ولکن اکثرهم لا یعلمون. الله تعالی که وعده کرد و وعدش میستد، انشاءالله این دشمنان اسلام، این دشمنان قرآن، این دشمنان صحابه، این دشمن مادرمان حضرت عایشه رضی الله عنها، انشاءالله اینها نیست نابود میشوند. و از درگاه خداوند ذوالجلال خواهان این هستم که خداوند به شما صبر جمیل، خداوند به شما توفیق بیشتر عنایت بفرماید که تا ما مسلمان ها و مسلمان های تمام جهان را بیدار کرده ایستادید. و این را گفتنی هستم برادرم محمد انصاری استادی بزرگوار و میخواهم چهار مصرع شعر در وصف شما بگویم و با شما خداحافظی کنم. الها الها خرم و فرخنده باشی، چو گل خندان چو ماه تابنده باشی، با بخت و والدین و جمله خیشان به نام خاص خود محمد انصاری جان زنده باشی. سلامت باشی استاد بزرگوار. از درگاه الله ذوالجلال خواهان این هستم که خداوند ما و شما را داخل جنت بگرداند.